بچه ها سلام، من برگشتم با یک ویدیوی دیگه. امروز من اومدم با اول بذار بهتون بگم این پشت منو دیدین؟ اصلا الان من از همکارم خواهش میکنم که فوکس رو بذاره روی پشت. بله خواهش میکنم آقا، دکور هالیدی داریم، بابا نوئل داریم. نمیدونم یادتونه با هم رفتیم اون روزی تو اینستاگرام، موقعی که رفته بودم اینا رو بخرم استوری گذاشتم بهتون نشون دادم که گفتم میذاره دکورمون رو. وای خدا اینو خیلی بامزه است، عوض کنم. البته که از اونجایی که من همه چیزم برای توی وقت اضافه است، یعنی دیگه دقیقه 90 هم نبر میره تو وقت اضافه، زودتر نیومدم ویدیو بگم. درنش حالا الان که دیگه تقریبا حالا آخرشه، من شاید بتونم یه دونه فوقش خودم بکشم دو تا دیگه ویدیو با این دکور بگیرم، بعد دیگه بعد عوض کنم دوباره بریم سر دکور معمولی. کاری نداریم آقا، امروز من اومدم براتون کلی از محصولات جدیدی که تازه لانچ شده حرف بزنم، ریویوشون کنم، آنباکسینگ کنم، بهتون نشون بدم یه سری چیزی رو که میخوام امروز بهتون نشون بدم و چند وقت دارم استفاده میکنم، مثلا تازن ولی نه مال هفته پیش و نه مال هالیدی کالکشن، نه ولی هم مال مثلا 6 ماه پیش، مال همین مثلا یکی دو ماه اخیرن. و یه سری چیزام هست که اصلا مال هالیدی کالکشن یا چیزایی که همین مثلا یکی دو هفته اخیر لانچ شده که اونا رو هم میخوام آنباکسینگ کنم هم استفاده کنم، حالت فرست ایمپرشن ببینیم چه جوریه. در نتیجه با همه اینا حالا من یه آرایشی میکنم ببینیم آخر سر چی در میاد دیگه. به اضافه اون میخوام اول ویدیو یه دونه ماسک بذارم که با پوست خوشگل آرایشو شروع کنیم، و یه دونه سرم که اینا جفتشون هم از یه دونه برندن که براتون یه دونه تو کد تخفیف گرفتم که حالا هم اینجا کدو میذارم، هم توی کپشن کدو میذارم و لینک سایتشون رو میذارم و همه اینا، و راجبش توضیحات هم میدم. این ماسک یک ماسکیه که اسمش هست دیتاکس ماسک از برند تیمی. نمیدونم این برند رو اگر اسمشو شنیدین یا نه، ولی خیلی معروفه به از این بلندایی که مثلا چایای مختلف و اینایی که میخورن، ولی چیزای پوستی هم داره. این ماسکش مخصوصا خیلی ماسک خوبیه، یعنی از حالا مثلا چیزایشون که من امتحان کردم خیلی ماسک خوبیه. ماسکی که توش هم چای ماچا داره، ماچا گرین تی داره، لمن گراس. نمیدونم تو میدونی لمن گراس به فارسی چی میشه؟ لمن گراس؟ آره، میزنه علف لیمو، ولی نمیدونم اگه مثلا اسم واقعی عطاری طوری داره مثلا تو فارسی، اگه داره بنویسیم تو کامنت ها. هم اونو داره، هم خاک رس داره که میدونین پای ثابت ماسکاییه که برای از بین بردن چربی اضافه، دیتاکس کردن، سمزدایی پوست، نمیدونم همه آتشخالا رو از پوست بیاره بیرون و این حرفا. و ماچا هم که کلا چای سبز خیلی واسه پوست خوبه. در نتیجه اینو استفاده میکنم، بعدم میرم سراغ سرمش، توضیحات اونم بهتون میدم. یه چیز جالبی که راجع به این ماسک هست اینه که شما اول باید صورتتون یه خورده خیس کنین بعد اینو بزنین. در نتیجه بنده الان اینو آوردم، یه خورده احتمالا گنده کاری میشه، امیدوارم نریزه روم، ولی سعی میکنم چیزی کنم دیگه. ای خدا ریخت آخر. حالا من الان یه کوچولو صورتم رو خیس کردم و ماسکه رو میزنم. این قیافه ماسکه است، ببینین چه جوریه، حالت مثلا خیلی غلیظ و کرمی داره. حالا هم میتونین با انگشت بزنین اگر بخواین، خیلی هم زیاده توش، برای من با خیال راحت اینو زیاد میزنم. این ماسک اینجوری که من تو ریویوهاش میخوندم و راجبش خوندم، واسه کسایی که پوستشون خود قرمز میشه و اینا هم خوبه، یعنی پوستو آرومم میکنه. ولی من برای من پوستم قرمز نمیشه، برای اون مثلا منظور ازش استفاده نمیکنم. من بیشتر برای این که چون که منافذم بسته میشه، نه که بسته میشه، منظورم از نظر سایز نیست، میگیره، به خاطر اینکه خب بالاخره آرایش آدم میکنه. حالا هرچی هم که صورتو میشوری هر چند وقت یه دفعه خوبه که از این ماسکای بذاری که چربی و آتشخال اینا رو از تو پوست قشنگ میکشه بیرون، ولی اون من میذارم. خب من برگشتم بعد از تقریبا یه رو 20 دقیقه، میبینی این کاملا خوش شده. ولی شما موقعی که از این ماسک روی صورتتون خوش میشه اصلا حرف نزنید، ولی الان نگاه کن تمام این دوندونایی که میبینین، مخصوصا رو بینیم که میبینین بیشتره، تمام اینا این روغنای اضافه است که از تو پوست من در برده. تازه پوست من تمیز بود قبلش، قشنگ مشخصه که کجای صورت بیشتر چربه، کجای صورت کمتر. من الان میرم اینو میشورم بعد برمیگردم. خب قبلو که دیدین، اینم بعد. حالا نمیدونم چقدر مشخصه اینا، ولی خودم قشنگ احساس میکنم که خود انگار صورتم تمیزتر شده و حسش هم که میکنم. و کلا بعد از این ماسکا دقت کنین، ماسکایی که مثلا کلا کارشون اینه، خود پوست صورتم انگار جمع میشه. خب بعدش میرم سراغ این سرومه که اسمش هست سروم ویت سی، همون ویتامین سی که توش یک عالم ویتامین سی داره، و هیالورونیک اسید که خیلی واسه مرطوب نگه داشتن پوست مهمه. ویتامین سی هم که میدونید هم واسه حالا هم روشن کردن پوست
پوست هم خیلی آنتی اکسیدان خوبیه. خب اینو میزنم و دیگه بعدش میرم سراغ بقیه آرایش. خلاصه آقا بریم سر آنباکسینگ ها و چیزهای جدیدی که داریم. خب اولین چیز با پرایمر شروع میکنیم. هدا بیوتی یه دونه پرایمر جدید داده به اضافه یه دونه کرم پودر جدید. این کرم پودر رو شاید دیدین تو استوری ها، مثلا شاید لایو اینا من استفاده کردم، ولی پرایمر رو ندیده بودین. این پرایمر همینجوری که از قیافش مشخصه حالت ژلی داره و خیلی حالت مثلا انگار آب داری به صورتت میزنی، که پرایمر مرطوب کننده است. حالا چیزی که من خودم مثلا باهاش تجربه کردم و استفاده کردم و نظرم راجبش اینه، نگاه کن اینجوریه تکسچرش. این با اینکه میگه که پرایمر مرطوب کننده، من اینو واسه پوستای خشک خیلی پیشنهاد نمیدم، چون کسایی که مثلا اصولا اصلا پوستشون خشکه، کسایی هستن که یه خورده به روغنم توی محصولات پوستشون احتیاج دارن، یعنی چیزای مثلا ژلی یا چیزایی که فقط آب رسانی میکنه خیلی براشون کار نمیکنه. ولی یه همچین چیزی واسه کسایی که پوستشون چرب کم آبه یا چرب میخوان یه خورده کرم پودر روی پوستشون بهتر بخوابه یا حتی پوستای معمولی و مختلط، خیلی پرایمر خوبیه. و اتفاقی که افتاده اینه که انقلابی در برند هدا بیوتی ایجاد شده که این محصولات جدیدشو که داده هم پرایمره هم کرم پودره جفتشون بدون عطرن. من قشنگ یادمه، نمیدونم حالا چند نفرتون اون کرم پودره پمپی مایه هدا بیوتی رو استفاده کرده بودین، ولی خیلی توش عطر داشت، خیلی زیاد. حالا در کل من خیلی طرفدار اون کرم پودر اصلا نبودم به خاطر خودش و مدلی که مثلا روی پوستم وای میساد، ولی وقتی اصلا میزدی این عطرش اصلا تو رو خفه میکرد و خیلی اعتراض کرده بودن. بقیه شنیدم که دفعه هدا بیوتی اومد گفتش که توی یکی از ویدیوهاش که ما اینجوری دوست داریم و مثلا یه جورایی حالا هر کیم دوست نداره جمع کنه بره، یه کسی اعتقاد نداره جمع کنه بره. ولی الان که دیگه بیشتر برندا مثلا اومدن به چیزایی که خورده بهتره برای پوست، مثلا چیزای اضافه و چرت و پرتش کمتر داره، هدا بیوتی اومده همین کارو کرده و ما از این کارش بسیار خوشحالیم و خیلی ساپورت میکنیم. حالا این کرم پودر جدیدو نمیدونم اگه یادتونه من توی استوری اومدم گفتم یا نه، ولی قبل اصلا خیلی وقت قبل از اینکه لانچ بشه و بدن بیرون یا واسه مثلا اینفلوئنسر رو کلن بفرستن، برای 3 نفر در دنیا فرستادن که منم جزوشون بودم و خیلی مفتخر شدم که مثلا اینو حالا نمیدونم چرا ولی برای منم فرستادن، که البته قرارداد 1000 صفحه قبلش برام فرستادن امضا کردم که لو نمیدم اینو، ولی فرستادن مثلا من اینو امتحان کردم. این کرم پودر خیلی کرم پودر خوبیه، حالا الان میزنم براتون که ببینید. مثلا 2 تا رنگشو من میتونم استفاده کنم، هم 240شو هم 230 شو. حالا من 230 شو میزنم. این کرم پودر استیکی کرم پودریست که یه کاور نچرالی به پوست شما میده، ولی کاورش خیلی کم هم نیستا، ولی فول کاور نیست اونجوری که فکر کنی، مات نیست، برای همه نوع پوستی هم من فکر میکنم که میتونه استفاده کنه و خیلی روی پوست خوشگل وای میسته. الان بذار من اینو، آها این براش هم براشه که با همین کرم پودر اینا لانچ کرده، اینم خیلی براش خوبیه. خب بعد حالت مثلا چرب و نمیدونم لیز و اینا، لیز یه ذره داره ولی مثلا چرب و اینا اصلا نیست. خیلی من از این کرم پودر خوشم اومد، خیلی زیاد، خیلی راحت بلند میشه. خودشون میگن که شما میتونین اصلا به این پودر نزنی و فیکسش نکنی و این مثلا تا آخر روز تکون نمیخوره، ولی من اینو امتحان کردم، برای من کار نکرد، یعنی من حتما باید فیکسش کنم وگرنه اصلا میماله. بعد آها یه چیز دیگه هم که میگه که این ترانسفر پروفه، که یعنی اصلا نمیماله ولی میماله، یعنی برای من که میماله. خب واسه کانسیلر کسی کانسیلر جدیدی نداده بیرون، در نتیجه من از این کانسیلر تو فیس استفاده میکنم به خاطر اینکه هم کاورش بالاه هم اینکه کانسیلر خشکی نیست. بعد حالا با این ور این براشه شروع میکنم اینو بلند کردن. اصولا من خیلی یعنی اصلا طرفدار براشای دو طرفه نیستم، به خاطر اینکه اینا رو تو هیچ کارش نمیتونی بکنی، نمیتونی این وری بذاری تو مثلا اون لیوان براشات، نه این وری. ولی حالا مثلا اگه اون براتون مسئله نیست، این براش خوبیه. بعد روی پلکم هم نمیزنم این کانسیلر رو خیلی، به خاطر اینکه یه دونه پرایمر سایه دارم، خب اون امتحان کنم.
خب اینم از کانسیلر. آها یه چیز دیگه هم می‌خواستم بهتون نشون بدم، این کالر کورکترای بکا، من فکر نمی‌کنم اینا جدید باشه ولی واسه من جدید فرستادن. این رنگی که من الان دستمه رنگ مدیوم تا دیپشه، که اینا رو شما می‌دونید که کالر کورکتر چجوری استفاده می‌کنید، می‌زنید زیر کانسیلرتون، بعد که سیاهی دور چشمای خود گرفت بعد کانسیلر رو روش میزنین. من خودم اصلا از این خوشم نیومد، یعنی اصلا نه خوب وایساد زیر چشم، نه اصلا کمکی کرد، بعد اصلا کانسیلر روش بی خود وایساد، یعنی اصلا خیلی چیز مداخله بود. ولی من قبل از این که مثلا انقدر راجع به این مطمئن بشم که مثلا ازش خوشم نمیاد، سارا یه روز اومد به من گفتش که من کانسیلر نمیخوام اونقدر زیاد زیر چشمم بزنم، یه کالر کورکتر به من بده من زیر بزنم که کانسیلر کمتر استفاده کنم. من رنگ لایت اینو بهش دادم. حالا الان به صورت سورپرایز میخوام زنگ بزنم به سارا و ازش بپرسم که نظرش راجع به این چی بود، ببینم فقط من خوشم نیومده بود از این یا مثلا سارا هم خوشش نیومده بود. عکسشو نمیدونم، میتونین عکسشو ببینین؟ هلو هاو آر یو؟ وری گود. کجایی؟ چی کار میکنی؟ در حال مرغ خوردنی؟ نه تشریف بیارید. الکی خیلی ممنونم. مگه نرفتی؟ کجا؟ من فکر کردم مامان به ما گفت ما گفتیم نمیایم، گفتم شاید تو بری. نه خب من اصلا غذا خورده بودم، مامانم گفت. خب به هر حال سوال دارم از شما، بگو. اون کالر کورکتری که به دادم بکاه میخواهش لابو نه بی تربیت. نه من کی شده چیزی به تو بدم پس بگیرم؟ آخه یه و یکی یک و زن زده اب نداره. حالا به من بگو که الان اونو استفاده کردی تو دیگه؟ یه دفعه استفاده کردم و به در نمیخوره. چرا؟ بخواستم که کیکی میکنه بهتر. بعدم که اصلا اون رنگی که من میخوام این دیمه بعد مثل کسی نارنجی بزنم. ولی حالا غیر از رنگش کلا مثلا از نظر تکسچر اینا هم خوشت نمیاد؟ نه خیلی میگم چون که مثل کانسیلر سنگینه. یه ذره چربه نه؟ آره فکر کنم چون چروک شدم وقتی که اون پروژه فیکسو زدم. خیلی ممنون. صدای شما ضبط شد و من داشتم ویدیو میگرفتم و الان اگه دوست داشته باشی میتونی به همه سلام کنی. برو علکی به خدا با. حالا بعد اینکه ویدیوشو ببینی میفهمی. بابا حداقل پس درست شد من درست بگم دیگه. گفتی عطر بزن بودو برو عطر بزن. کجایی؟ پشت میگه اینجا بابا با دارم فیلم میگیرم. بابا تو هم کمر گوشی سر کار زدم. این دنبال یه لقمه نون حلال دیگه. باشه پس آبروی من که رفت دیگه. هر چقدر که رفت آبروی تو موقعی میره که ولاگ تولدت بیاد. نه اون طرف نمیاد. خیلی خب باشه، دست درد نکنه. قربونه. خیلی ممنون. خدافظ. خب دیگه دیدین دیگه، من بهتری که توضیح اضافه تری راجع به این کانسیلر ندم و بریم سراغ پودر فیکس. خب ببین ما دو تا پودر فیکس داریم، یکیش جدیده، یکیشو جدید برام فرستادن، یکیشو استفاده کردم هزار دفعه، یکیشو تا حالا استفاده نکردم. یعنی این که برند Hourglass پودر جدیدی نیست ولی جدید برام فرستادن، من تازه میخوام اولین بار ازش استفاده کنم. یه پودر دیگه داریم، پودر وان سایز بیوتی که اگر نمیدونین بدونین برند آرایشی پاتریک ستاره که بلاگری که برند آرایشی زده و الان چند تا چیز داره، سایه داره، خط چشم داره که آخر راجبش صحبت میکنم و جدیدن هم پودر فیکس داده. من اصلا از پودر فیکسش خوشم نیومد، با اینکه اصلا پاتریک ستار معروفه به بیک کردن و به کلا خیلی پودر زدن و اینا. مثلا من خودم انتظار داشتم که یه نفری که انقدر این پودر یه مرحله مهمی از آرایششه، مثلا یه پودر خیلی البته خب حتما خودش خیلی خوشش اومده از این پودر که داده بیرون، ولی من اصلا خوشم نمیاد. دلیلش هم اینه که پودر قدرت نه چربی نه کنترل چربی داره، نه اینکه میتونه به اندازه کافی زیر چشمو فیکس کنه که در طول روز کانسیلر جمع نشه و اینا. یعنی شما هر چقدرم از این پودر بزنی بازم مثلا بعد یکی دو ساعت سه ساعت حالا رطوبت چربی اینا باعث میشه که کانسیلر جمع شه.
مثل پودر لورا مرسیه یا پودر هدا بیوتی نیست که قشنگ همونجوری نگه داره زیر چشمو. در نتیجه من از این استفاده نمی‌کنم، فقط می‌خواستم نظرم راجبش بهتون بگم. ولی این پودر اورگلاس رو میخوام استفاده کنم و ببینیم چجوری. آقا این خیلی لاکشری قبول نیست، میبینی؟ هنوز بازش نکردم. اینه هلیکوپتر پده، پده هلیکوپتر. خب این پودر کلن حالا طبق چیزایی که ازش شنیدم و مثلا ریویوهایی که خوندم و اینا، پودریه که خیلی پودر خشکی نیست، یعنی مثلا کسایی که پوستشون خشکه هم میتونن از این پودر استفاده کنن. خب اسمش هست ویل ترانسلوسنت ستینگ پاودر. حالا چون که من یک عالم حرف زدم احتمالا زیر چشم جمع شده، این یه خود صاف کنم. خب بعد با یه دونه براش، بوی خاصی هم نمیده، بعضی از پودر بیک ها خیلی بو میدن، میزنم زیر چشم. یک کوچولو، یک ذره یه برقی داره، میبینی؟ مثلا وقتی هر پودر دیگه رو من میزنم دیگه کاملا مات مات میشه، ولی این یه برقی داده به پوست که هم میتونه چیز خوبی باشه هم میتونه چیز بدی باشه. چیز خوبی باشه برای کسایی که میخوان یه خورده پوستشون یه جونی بگیره، انگار مثلا پوستشون خشکه، میخوان مثلا یه برق خیلی طبیعی ولی مثلا هایلایتر نمیخوان بزنن. ولی میتونه بد باشه واسه کسایی که پوستشون چربه، همین یه ذره برقم بعد مثلا 2 ساعت دیگه که چربی پوست خودشون هم میاد بیرون دیگه میشه چلچله، هلهله، چلچله، چلچراق، چلچراق. من برم ابرومو درست کنم، برگردیم بریم سراغ بقیه‌اش. ببین چقدر قیافه آدم با ابرو بهتره، مثلا چی میشد خودش همینجوری بود. البته میدونم معلم میخوام بگین که خب برو ابروتو تتو کن و اینا، ولی خب حالا که نیست، یه خوبی که داره اینه که حداقل میتونم میخوام مثلا مدلشو تغییر بدم، چقدرم که میدم. بریم سر این پرایمری که بهتون گفتم. اینم پرایمر برند اورگلاس، پرایمر پشت پلک، یه کوچولو رنگ داره، حالا من اینو بهتون نشون میدم، یه ذره، ولی مثلا کار کانسیلر رو نمیکنه. در نتیجه اگر شما کسی هستین که پشت چشمتون خیلی مثلا قهوه‌ای تره یا اینکه رگای خیلی مثلا بنفش و سبز و اینا دارین، بهتره که کانسیلر استفاده کنین یا حداقل یه پرایمری استفاده کنین که پوششش بیشتر باشه. ولی اگه عادی که منظورم نیست که اونا غیر عادیه ها، منظورم اینه که مثلا خیلی سیاه نیست پشت چشمتون یا از اون چیزا ندارین، میتونین از این استفاده کنین و پرایمر خوبی هم هست، خیلی پرایمر خوبیه. حالا اینکه آیا اصلا لازمه یا نه اون یه بحث جداییه، به خاطر اینکه شما میتونید همین کار رو مثلا با یه کانسیلر هم انجام بدین، خیلی کار اضافه تری نمی کنه. ولی به عنوان حالا یه پرایمر، به هر حال پرایمر خیلی خوبیه، احتیاجی هم خیلی به فیکس کردن نداره، یعنی وقتی که میزنینش خوش میشه، میتونین دیگه یه راست با سایه روش بزنین. خب حالا واسه سایه من خیلی آپشن های مختلف دارم که بهتون نشون بدم، ولی گفتم که بذار از این پلت جدید هدا بیوتی استفاده کنم به اسم ناتی، که این یه پلتیه که میبینی رنگاشو خیلی مثلا حالا به لباس من میاد، به فصل میاد، کلن پلت جالبیه، ازش چند بارم استفاده کردم، حالا یه بار دیگه هم امروز استفاده میکنم بهتون میگم داستانشو. ولی همزمان با اینکه حالا اینو بهتون نشون میدم، یه آنباکسینگ هیجان انگیزم بذار بکنیم. من از همکار عزیزم خواهش کردم این جعبه رو به من بده، بخاطر اینکه خیلی سنگینه، ولی همکار عزیزم نمیخواد بیاد تو دوربین. همکار عزیزت با گرم کن آخه، ببخشید آمادگی نداره. آقا شما آقا اینو ببین، نمیدونم جا میشه کلش توی تصویر یا نه، ولی این یک باکسی بود که چند روز پیش اومد از طرف هدا بیوتی و میبینی هم رنگ سایه هست، روشم نوشته ناتی، که آخ خیلی سنگین دختر، به این شکل میخواد بهم کمکه؟ نه تو فقط نگاه کن، من نمیبینم جلو موته، ببین یا خدا چی بود؟ چی گوشی تلفن افتاد؟ افتاد بذار پاشم. خب این باکس هست با محتویات توش که مثلا چیزاییه که برای شیطونی لازم. حالا الان بهتون دونه دونه نشون میدم چیه. اولین چیزی که توی این بود، این کارتایی هست که به در هتل آویزون میکنی، دونات دیسترب، مزاحم نشوید لطفاً، و مثلا
لطفا تمیز کنین. از اینا گذشته بامزه است. نمیشه being nice، یعنی میتونین تشریف بیارین تو being naughty. تشریف نیارید تو به خاطر اینکه مثلا اینکه توی این اتاق خبراییه. خب بعد این تلفن است که از این تلفن قدیمی است، بامزه است برای دکور. او یه چیزی هم یه بیلبیلک زیرش داره. واقعا تلفن صدافین. واقعا؟ داره دیگه. ورودی داره. خب سیمش خوب است. سیمش تازه کیبل رو باید بزنی کار کنه. کار میکنه یعنی واقعا؟ نمیتونیم تو خونه هم بس کنیم زنگ میزنن جواب بدیم میگیم الو. بعد از همینایی که تو عکس دیدین دست خودش بود داره. عزیزم. علی میگه یا علی از اینا خب اینجوری و جی 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 این چیه؟ پس رو میدنم باش بیشتر واقعا؟ این چیه سرش؟ از تو خود عکس خودشم من خیلی متوجه نشدم که این دقیقا مثلا به چه دردی میخوره. اگر شما به هر تجربه دارین با یه همچی بیلبیلکی لطفا بگین که این چیه. و دستمال تمیز کننده ایناست که اینا بعد یه مدت مات میشه، تمیز کنی برق بندازی. یک عدد شم داریم و این اسپری موی کیالیه که عطر موه در حقیقت، خیلی هم خوشبوه. بعد همین پلته رو داریم که ایشون دیگه همجوری یک راست میره توی جعبه جادویی، خط چشمش رو دیگه موجه و دیگه دوتا روژ و اینا. در نتیجه حالا من گفتم چون به این پلته که میخواستم استفاده کنم این مربوط بود، گفتم اینم دیگه آنباکسینگ کنیم با هم بامزه. خب آقا بریم سر اصل مطلب. این سایه خیلی به این یه دونه رنگش معروف شد، خب به خاطر اینکه همه گفتن وای این چیه و اینا. ولی یه چیزی بهتون میگم، به خاطر اینکه خب خیلی یه چیز جدیدیه اینجوری مثلا توپ توپ این سایه هاست و اینا، ولی اگر حالا موقع این پلتو خریدین به خاطر این یه دونه رنگ نگیرین، به خاطر اینکه این یه دونه رنگ عملا هیچ کاری نمیکنه. خب و تعداد این توپاش هم توی پلتای مختلف یکسان نیست، یعنی میبینی مثلا مال من کم داره، ممکنه مثلا یه پلتی به شما بیفته که حتی از اینم کمتر داره، ممکنه مثلا یه عالمه داشته باشه و اینا، ولی در کل وقتی هم که روی دست میزنید هیچ اتفاقی نمیفته، روی پلک هم همینجوریه. در نتیجه اون یه دونه رنگ فقط جنبه بیشتر مثلا سرگرمی داره. خب ولی بقیه رنگاش اونایی که من استفاده کردم تا حالا خوب بوده، یعنی مثلا پلت خوبیه در کل. با همین این رنگ شروع میکنم که تقریبا رنگ بلیزمه و به خاطر اینکه میخوام قشنگ حسابی از این رنگ بگیرم، نمیخوام خیلی مثلا همون اول حالت بلند شده باشه، اینو با یه دونه براش صاف میزنم و اینطوری پرس میکنم قشنگ محکم که این بچسبه به پلکم. این کار هم باعث میشه که سایه نریزه، یا اگرم حالا سایه یه که به کل میخواد بریزه کمتر بریزه، همین که بیشترین رنگی که میتونینو از اون سایه بگیرین. یه کوچولو هم اینو میارم پایین تر و میخوام یه خورده مثلا پلکم حالت صافتر بکنم تا اینکه بخوام ببرم بالا. و این براشه چون که خودش سرش تیزه تقریبا، یعنی سرش خیلی صافه، این کارو راحت میکنه. خب تا همینجا دیگه، اینو حالا بالاتر نمیبرم دیگه، بالاترشون دیگه باید بلند شه به هر حال. میبینی از نظر زاویه سایه جوری مثلا چشم خوری کشیده تر میکنه تا اینکه بخواد ببره به بالا. تنها قسمت این سایه که اول باید حواستون باشه تمیز از آب در بیاد همین قسمت این زاویه زیرشه، به خاطر اینکه دیگه مثلا حالا کرم پودر اینا رو زدیم، اینه که بیاد پایین تر خیلی درست کردنی سخته. ولی این قسمت بالاش به خاطر اینکه با سایه های دیگه مثلا قاطی میشه و اینا، خیلی مهم نیست که چه اتفاقی میفته براش. با همین براشه این یکی رنگه که یه خورده روشن‌تر از اونه، این برمیدارم میزنم کاملا کنار این. ولی ببین با این که انقدر این سایه پررنگ و چیزه و
کلن هم در بردن این رنگای خور سخته تو سایه، رنگایی که خور قرمزی داره خور بنفشی داره نمیریزه، میبینی؟ از این نظر خیلی خوبه. بعد از اون میرم سراغ این یکی که باز مثلا تو همون مایه است ولی باز یه خورده روشنتره، یه خورده که خیلی روشنتره، ولی خب دیگه تو این پلت رنگ بعدی که آندرتونش با اون مثلا تقریبا نزدیک باشه اونه، اینو میزنم بغل اون. همینجوری هم که میزنم این مرزشون رو یه خورده اینطوری میکنم، به خاطر اینکه خود اختلاف رنگشون بیشتره مثل این دوتا انقدر راحت تو هم ادغام نمیشن. بعد از اونم با این رنگ دیگه تقریبا این چیز رو تموم میکنم دیگه، اینم میزنم این قسمت گوشه داخلی و باز بلندش میکنم تو این رنگ بغلی. very very good. چه شوخی شوخی مات شد اصلا کل سایه، از من بعید بود. ولی از حق نگذریم، یکی از دلایلی که باعث شد این رنگا با براش و رنگای مات اینطوری خوب نشون بدن خودشونو روی پلک من، این پرایمرم بود. حالا درسته که میگم مثلا چیز واجبی نیست، ولی خب داشتنش بدم نیست اگر بخوایم همچین آرایشای بکنیم، به خاطر اینکه کانسیلر خب آدم حتما باید پودر روش بزنه بعد سایه بزنه، وگرنه سایه روش تیکه تیکه میشه. یعنی اگه بخوایم مثلا بلندش کنی یه جاش مثلا ممکنه پاک شه یه جاش بمونه، واسه همین میگم حتما کانسیلر رو فیکس کنید بعد روش سایه بزنید که قشنگ بلند شه و چیز کثیف کاری نشه. ولی این پرایمر به خاطر اینکه پودر روش نمیخواست، اینو که دیگه زدی قشنگ چسبید بهش، ولی در این حال خب تیکه تیکه هم نمیشه به خاطر اینکه پرایمر خوبیه. من با یه دونه براش دیگه که با همین سایه دادن بیرون، یعنی براش خود هدا بیوتیه، هیچی هم بهش نمیزنم، از قسمت روشن شروع میکنم، یه کوچولو فقط روی همین مرزشون که تموم میشه اینو چیز میکنم که بلند بشه. ولی نمیخوام خیلی زیادی بالا ببرمش نه زیادی بیام پایین که این رنگای زیرش رو خراب کنه، فقط میخوام همین قسمت خود این خطه یه خود محو شه. خب حالا باز یه دونه رنگ مات دیگه داره این وسط که من ازش استفاده نکردم، اسمش هست راف. اینو با نوکه یه خورده از اون یکی که استفاده کردم قهوه‌ای تره میزنم زیر چشم، به خاطر اینکه یه همچی سایه‌ای که دیگه بالا خیلی خبره زیادیه نمیشه پایینو مثلا همجوری ویل کنی، یعنی میشه ها ولی خب مثلا جوری قشنگ‌تر. خب ببین حالا تا اینجاشو نگاه کنین، من الان تقریبا توی پلت رنگای ماتو به جز یکی دو تا همه رو استفاده کردم که دیدیم مثلا چه شکلی هن. حالا فقط برای این که ببینیم مثلا این رنگای، چون اینا هم خیلی چیز بود، ببینی معمولا رنگایی که اینطوری حالت ماربلی اینجوری مثلا قاطی پاتی میذارن رنگایی که خود به هم نزدیکن مثلا این، ولی اینایی که اختلاف رنگشون خود زیاده آدم نمیدونه، چون من اینو خودم رو پلک تا حالا امتحان نکردم. حالا اینو میخوام امتحان کنم ببینم چه جوری میشه. اینم به جز اینکه اینطوری قاطیش کنی راه دیگه نداری، یعنی اینجوری نیست که فکر کنی مثلا فقط از اون یه تیکش بخوای برداری، یه همچین چیزی در میاد. و این چون به سایه من نمیاد من اینو نمیزنم چون آبی شد، میبینی؟ فقط برای اینکه ببینی چه شکلیه، این شکلیه. بذار حالا که دیگه چیز کردم این یکی هم ببینم، این یکی دیگه کاملا قهوه‌ایه، ببینی؟ خیلی هم براق نیست برخلاف چیزی که آدم انتظار داره، یه خورده حالت مثلا ساتنی داره ها ولی براق اونجوری نیست، بیشتر به مات نزدیکه. یکی دیگه هم هست که حالا هوس انگیز به نظر میرسه، این اینو بزنم، ببینی؟ اینو میزنم. خب بالاخره یکیش چیز بود که حالا بیاد آخه به این سایه که من زدم.
خوشگله، یعنی خوشگل تر شد، خراب نکرد سایه رو. این دوتا رو هم اورگلاس برای هالیدی داده بیرون، دوتا پلته که این بزرگه اسمش هست Ambient Lighting Edit Sculpture، اسمشه Sculpture، که از ایناست که از این پودرای دیفیوزر و هایلایتر و برانزر و رژگونه اینطوری داره. این پلت های اورگلاس با اینکه قیمتشون بالاه، ولی من یعنی اگر مثلا دوست دارین و میتونین که مثلا یه همچین چیزی بگیرین با این قیمت، من پیشنهادش میکنم. یعنی همشون، فقط بستگی به این داره که ببینین مثلا رنگ کدومو بیشتر دوست داری. خب اینم هست، این چهارتاییه که خب یه خورده آپشن کمتر دیگه، مثلا این برانزرش یه خورده براقه، برای همین حالا ممکن بعضی دوست نداشته باشن، ولی این یکیاش که شش تاییه معمولا خیلی. بعد اینا رو هر کدوم مثلا تکی هم داره، حالا اگر بخواید ببینین حتما نباید پلت باشه. درنچه من از این استفاده میکنم، اول از برانزرش، خودو بخواد براش هم ندارم، من براش هم همه رو بردم بشورم خونه نیوردم، اب نداره، از این براش استفاده میکنم که براش پودره. حالا این یه پلت، یه خوبی که داره اینه که روژگونه هاش میبینی کاملا دوتا رنگ مخالف همن، یکیش قشنگ مثلا حالت نارنجی داره، یکیش قشنگ حالت مثلا صورتی داره، صورتی ماوی که خوره آندرتون بنفش هم توش داره. در نتیجه شما حتی میتونی اینا رو با هم میکس هم بکنی، یه رنگ جدید در بیارین، یا هم اینکه هر کدوم تکی استفاده کنین، یعنی دوتا رنگ قشنگ مختلف دارین که میتونین با هزار تا آرایش اینا رو استفاده کنین و ست کنین. بعد فقط برای اینکه مثلا بهتون نشون بدم که چه جوری استفاده میشه از این پودرا، نگاه کن این پودر وسطیش پودر دیفیوزره، یعنی این یه پودری که یه خورده براقه، خب ولی شما اینو میتونید زیر چشمم بزنین و اگر روی پوستتون تکسچری دارین، جوشی دارین، حتی پوستتون خشکه، مثلا بعضی جاش پوست پوسته، اونا رو بدتر نشون نمیده. خب اینو میزنم اینجا، هم یه کوچولو زیر چشممو روشن‌تر می‌کنه، همین که یه برق خیلی خیلی طبیعی میده. حتی شما اگه زیادی روی پوستتون پنکیک زده باشین، پودر زده باشین، پوستتون اون حالت مثلا خشک و چیزو پیدا کرده باشه، ستینگ اسپری ندارین، نمیدونم چیز ندارین و اینا، میتونین حتی از این پودر استفاده کنین. یه خورده با اینکه خودش پودره ولی گول میزنه چشمو، یه خورده اون خشکی رو انگار کم می‌کنه، در واقع کم نمی‌کنه ولی چشمو اینجوری گول میزنه. این دوتا پودر، اینو این یکی یه خورده براق‌تره، این باز یه ذره براق‌تر از اونه، این یکی دیگه کاملا کار هایلایتر رو میکنه که من اینو با این میزنم. اوه روژگونه نزدم هنوز، چیکار دارم میکنم؟ بذار روژگونه هم با همین بزنم به خاطر اینکه باز براش کم دارم. اینو میزنم به خاطر اینکه به رنگ و آب چیزم بهتر میاد، ولی به خاطر اینکه سایم خیلی رنگ داره دیگه برانزرم زدم، خیلی اصلا روژگونه نمیزنم، وگرنه دیگه خیلی هفرنگ و مثل دلغک میشه قیافم. بعد یک ذره که مثلا روی گونم هم خیلی بیرنگ نباشه. بعد هایلایتر، این که گفتم میخوام راجبش بهتون بگم، اینم از برند وان سایزه، همینی که بهتون گفتم پودر بیکش رو دوست نداشتم، ولی به جاش این خط چشمش خیلی خط چشم خوبی بود، خط چشم ماژیکیه، سرش اسفنجیه، با اینکه من اصولا خط چشمای ماژیکی رو ترجیح میدم سرشون اسفنجی نباشه، سرشون مویی باشه، ولی با اینکه سرش اسفنجیه خیلی راحت میکشه میبینی و خیلی مشکیه، خیلی خیلی مشکیه، و مثلا موقعهایی که آدم آرایش های اینطوری مثلا دیدی هم تیرن هم اکیل زیادی دارن و اینا، خیلی از خط چشما زور ندارن که روی اون سایه خودشون رو نشون بدن، بعد هزار دفعه بکشی و اینا بازم مثلا اون چیزی که میخوای در نمیاد، ولی این خیلی خوب بود. الان ببین مثلا من میکشم روی این همه سایه و نمیدونم اکلیل و اینا که من رو هم زدم، این قشنگ راحت خودشو نشون میده، ولی حالا به خاطر مدل سایه من اینو نمیخوام مثلا خیلی باشه خط چشم دوم داره چیزی بکشم، یه خورده میارمش بیرون، ولی نه اینکه مثلا بخوام تو اینجا دوم بکشم براش.
میبینی؟ اینم از خط چشم برای موژه تو فیس موژه های جدید زده. من نمیدونم که اگر تو فیس قبلا موژه داشت یا نه، مطمئن نیستم، ولی به هر حال این موژه های جدید رو زده. موژه هاش هم موژه های طبیعی نیست، ولی خیلی طبیعی به نظر میرسه. یعنی چی میگم؟ یعنی جنسش جنس موژه طبیعی نیست، ولی خیلی طبیعی به نظر میرسه و خیلی به نظر میرسه خوب باشه. از اینه یه خورده فقط بلندن، حالا باز مثلا این یکی یه خورده به مدل چشمای من در کل بیشتر میاد. من خیلی موجه هایی که پرو بلنده بهم نمیاد، چون یهو کل پشت پلکمو میگیره بهم نمیاد دیگه. ولی مجبورم به خاطر این مدل سایه‌ای که زدم مثلا اینو استفاده کنم از بین همه اینا، به خاطر با اینکه خیلی بلنده، ولی به خاطر اینکه تنها مدلی شه که تاش بلندتره. بذارم ریملم موجهمو بذارم برگردم ببین یه موجه چقدر تو قیافه آرایش تغییر ایجاد میکنه. حالا درسته که من البته خیلی موجه خوشگلیه، ولی من هنوز میگم که ترجیح میدادم یه خورده کم پشتر یه خورده کوتاه‌تر بود برای چشم من، ولی خب حالا شاید بعدن با تنوع بیشتری از موجه بیان، ولی در کل موجه خوبیه. مثلا سبکه، اذیت نمیکنه، بندش خیلی نازک نیست ولی خیلی هم کلوف نیست که اذیت کنه و اینا. فنتی اومده روژای مایه یعنی چیزه لیپ گلاسه ولی اکریلی نیست، براقش حالت شیشه ای داره. من یکی از این دوتا رو احتمالاً باید بزنم دیگه. نه من این رو اصلا هیچ کدوم رو تا حالا نه باز کرده بودم نه استفاده کرده بودم. چی بود چسب؟ میتونم حالت مثلا آمبرتوری کنم این دوتا رو، اینو بیرون حالت مثلا دور لبم میزنم بیشتر، که اسمش هست فنتی گلو. حالا البته من تمام چیزایی که استفاده کردم با لینکشون و همه چیشون توی دیسکریپشن میذارم که اگه خواستین برین راحت پیدا کنین. خیلی چیزیه. مایه است نه بشه باهاشون کاری کرد که اون کاریو کرد که میخوام یا نه. بذار همون که خورده بیشتر بنفش صورتی تر بود و اصلا کلا همونو بزنم، اونجوری نمیشه. حالا بیشتر چون من میخواستم اینو بهتون نشون بدم، حالا دیگه خط لب رو الان نمیزنم، ولی برای عکس اینستاگرام خط لب اضافه میکنم. اگه دیدین یه خورده تغییر ایجاد شده تعجب نکنید. دیگه همین دیگه. امیدوارم که از این آرایش خوشتون اومده باشه. آرایش کردیم، آموزش سایه همه چی بود، آنباکسینگ بود، اولش ماسک و نمیدونم این چیزا بود، و امیدوارم که خوشتون اومده باشه، خسته نشده باشین. من میرم و شما رو توی ویدیوی بعدی میبینم. فعلا خدافظ.